This movie that I want to screen, and I was screened in international film festival. It's one of the challenging movie in midwifery and in Iran social, in Iran media. Actually, in Iran, as you know, we have some religious and some boundaries in our media and publicing. So I had a very big and huge conflict with all of government and all of our religious leader to convince them, let us to make this, record this movie and show to the public. According our issue in religious, we are not supposed to show any naked body or any, birth in the in our media in Iran. But after many efforts and capturing many videos and too much negotiation with our religious leader, after 3 months negotiation and 6 months negotiating with hospitals, we could get approved to record this movie. And it is real. It is real movie. It is the mother that really she was in labor and delivered on birth in front of the screen. And after that 1 year, we were engaging to get permission to publish in media. And from 8 hours movie, they let us just be show in 5 minutes. So I hope I can show all of our efforts. And at the end, we could show water birth in Iran media, and we could share the sound of respectable birth to all of people in Iran. After that, most of the women came, and they were so motivated to have physiologic birth or water birth. I hope it is some of my passion. I hope I can show this hard effort work after 1 year in 5 minutes to you all. So it is modified by Iran culture, Iran religious, and according Iran media rules. Thank you for bearing me. Thank you so much. سلام عرض می کنم به تمام مادرهای بسیار دوست داشتنی و عزیز ایرانیم. امیدوارم که بتونیم امروز در خدمت مادران عزیز با تکنیک های نوین زایمانی باشیم. من لیلا مصطفی هستم، کارشناس ارشد مامایی، مربی دانشگاه ساوت استرالیا و مدرس کشوری زایمان فیزیولوژیک در ایران هستم. خانم نسرین که ملاحظه میکنین از بیمارانی هستند که تحت نظر گروه سمتی ام سی بودن و تمام تکنیک های بارداری، ورزش های دوران بارداری، ورزش هایی که در آب، ورزش های پیلاتس، حرکات موزون رو در تمام این 9 ماه بر طبق همون استانداردهای توصیه شده گذروندن و در کلاس های تئوری 8 جلسه با همسرشون حضور دائم و فعال داشتن. امروز خانم نسرین ما با حضور همسرش، خواهرش در این اتاق هستش و خود بنده به عنوان مامای همراهش در کنارش هستم. همچنین وسایلی که در اتاق در کنارش هست تمام وسایلی هستش که میتونه توی خونه برای یک مادر فراهم بشه. مادر احساس آرامش و احساس غریبگی رو در اینجا نخواهد داشت، فقط احساس آرامش و احساس طبیعی منزل رو باید درک بکنه. نفس عمیق میکشی، کامل تنفس شکمی، نفس عزیزم، آفرین. نفس رو تو بدن جریان بده، نفس رو ببر داخل شکمه، همون تنفس های شکمی. آفرین عزیزم،
عالیه عالیه. توی این مرحله‌ای که می‌خوایم کاهش‌های درد رو به صورت طبیعی برای مادرانمون داشته باشیم، می‌تونیم کمک کنیم به مادر که از تکنیک‌های آروماتراپی، رایحه درمانی، همچنین استفاده از صوت‌هایی که به مادر آرامش میده. بیماران ما وقتی که به صدای قرآن گوش می‌کنن، کاملاً از اون حس درد خارج میشن و با پروردگار خودشون یک ارتباط بسیار زیبایی برقرار میکنه. این لحظه لحظاتی هست که مادر با تحریکات هورمونی که در بدنش اتفاق میفته بسیار بسیار روح لطیف و آماده برای این لحظات داره. واقعا خوشحالم که یک مادر ایرانی رو دارم کمک میکنم که این تکنیک رو تجربه بکنه و مثل مادرهای قبلی ما از این میدان سربلند و پیروز بیرون بره. خیلی درد داشتم، کمر دردم شروع شد، تا 8 طاقت آوردم، به کسی چیزی نگفتم. نزدیک 8:30 صبح بود که با دکترم تماس گرفتم و همسرم که راه افتادیم به سمت بیمارستان. نزدیکای 3:30 عصر بود. زمانی که رفتم توی آب دردای شکم و پهلوام خیلی زیاد بود، در صورتی که داد می‌زدم من نمیتونم، من نمیخوام. بعد با کمک پرستارا خان دکترم خیلی تونستم این درد رو تحمل میکردم. میگفتم ما نمیتونیم کاری واسه انجام بدیم، فقط خودت میتونی بچه تو به دنیا بیاری. بعد از اون زمان تصمیم گرفتم که دیگه هیچی نگم. درسته با خودم کلنجار میرفتم و اینا، ولی خب یه دردیه، یه حسیه، مثلا میدونی که چند ساعت دیگه از بین میره. ما به اون چیزی که فکر میکنیم همون میشه، همون اتفاق برامون پیش میاد. از روز اول میگفتم طبیعی و خیلی هم راحت هستم، فکرشو نمیکردم. میخوام اینو به خانم باردار بگم که مامای همراه خیلی خوبه، واقعا مثل یه مادر میمونه. هم میتونن پزشک باشن، هم میتونن مامای همراه باشن. اینو به خانم توصیه میکنم که به جای اینکه بگن سزارین یه دقیقه از تموم میشه، میتونن از مامای همراه استفاده کنن، چند ساعت کنارشون باشن، واقعا میتونن درد رو تحمل کنن. من خودم اصلا طاقت یک ساعت درد رو نداشتم. بعد زمانی که این بچه به دنیا آمد درجا گذاشتن روی قلبم، اصلا یه
یه خسته نباشید به همه شما مادران عزیزم، یه خسته نباشید به همه شما که بعد از پروسه زایمان و در آغوش گرفتن فرزندتون این لحظه زیبا رو تحمل میکنید و به این دست لحظه دست پیدا میکنید. همه مادران ما میتونن این لحظه رو داشته باشن، همه مادران ما میتونن این لحظه رو تجربه کنن، یک لحظه ای که هیچ وقت از یاد هیچ مادر و پدری نمیره. مادر و پدر این لحظه رو در کنار هم تجربه میکنن و با حضور هم این لحظه رو جشن میگیرن. Everybody for spending time with me. Actually, when I watch my movie, I start to tear, I start to cry again. This movie made a big revolution in Iran midwifery and in the birth. And I'm so sorry. I'm very sorry. But that represents so much hard work from you too. It just, it's beautiful. Thank you for sharing your heart with us. Thank you. Thank you so much. I'm very sorry for being so much emotional because I know how much midwife worked in these years in Iran. And these 8 years in Iran, midwife did many revolution in birth and natural birth. Nowadays, I'm proud to my friends, midwife in Iran, 40,000 midwife in as a team with 40,000 gynecologists. They made this happen and I'm proud all of them. It's not easy. It's not easy to show water birth and birth a woman in the water according and religious issue. But I'm so thankful from the government that at the end they convinced and they supported me. And they let at least this 5 minutes video published in media. It's wonderful. Thank you, Leila. Thank you so much.